با سلام، سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین. خیلی خوش اومدیم به کانال من. همونطور که میبینید من امروز یه جای دیگه هستم، در واقع اومدم سفر، اما با خودم فکر کردم و گفتم که چه خوبه که امروزم من یه ویدیو برای شما بگیرم و چون میخواستم که در مورد موضوع سفر با هم دیگه کار بکنیم، گفتم چه بهتر که امروز که سفر هستیم بیام اینجا و یه ویدیو براتون بگیرم. خیلی دوست داشتم بیرون این ویدیو رو بگیرم چون ما در شهر زیبای پاریس هستیم، جاتون خالی، ولی خب به خاطر سر و صدای بیرون نشد متاسفانه. گفتم بهتره که یه جای ساکت‌تری باشه که بتونیم راحت‌تر با هم دیگه چند تا کلمه و چند تا جمله کاربردی ولی راحت با هم یاد بگیریم. خب اولین کلمه‌ای که ما در موضوع سفر کردن یاد می‌گیریم خود فعل سفر کردن هست که به معنی در زبان آلمانی میشه رایزن، سفر کردن، یا میتونیم بگیم رایز ماخن، یعنی ترکیب اسم با فعل که اینا معنیاشون با هم دیگه یکیه. یا میتونیم بگیم رایزن یا میتونیم بگیم رایز ماخن. مثالش میشه مثلا ما فردا میخواییم بریم کشور فرانسه یا فردا میخواییم بریم شهر پاریس، فرقی نمیکنه، مقصدمون رو میتونیم بگیم وی رایزن مورگن نخ پاریس، یا وی رایزن مورگن نخ ایتالیان، نخ اسپانیان، نخ فرانکرایش، که میشه همون کشور فرانسه. و اینجا یه نکته هم بگم که برای رفتن، یعنی میخوایم مقصدمون رو بگیم که اگه مقصدمون شهر باشه یا کشور باشه، از حرف اضافه نخ استفاده میکنیم. اصطلاح یا فعل دیگه که میتونیم برای سفر کردن استفاده بکنیم، یعنی تو این تم و موضوع، اولاب ماخن هست. اولاب تو معنی کلمه میشه مرخصی یا تعطیلات، که مرخصی وقتی شما سر کار هستین، یه روز دو روز یه هفته میخواید مرخصی بگیرین، از این کلمه استفاده میکنید. برای مسافرت کردن هم میتونیم استفاده بکنیم که به معنی تعطیلات رو گذروندن هست، اولاب ماخن. مثلا میتونیم بگیم که ما میخواییم اولابمون رو کنار دریا بگذرونیم، وی مشتن ام میر اولاب ماخن، ما میخواییم که در کنار دریا اولاب بکنیم یا همون تعطیلاتمون رو بگذرونیم. و کلمه دیگه ای که خیلی مهم هست وقتی شما به یک کشور دیگه میرید یا به یک شهر دیگه برید، اون کلمه دیدنی های اون شهر هست که به زبان آلمانی میشه Sehenswürdigkeit و جمعش هم میشه Sehenswürdigkeiten. مثلا یکی از ما میپرسه که شهر پاریس چه دیدنی هایی داره و میشه به آلمانی Welche Sehenswürdigkeiten hat Paris؟ خب در جوابم میتونیم بگیم که حالا دیدنی هایی که داره، و اگر ما شهر پاریس رو بشناسیم دیدنی هاش رو نام میبریم و میگیم. فعل مهمی که ما استفاده میکنیم در این تم فعل بزشتیگن هست که به معنی دیدن کردن است. مثلا هویته بزشتیگن ویه دی شتات پاریس، امروز ما دیدن میکنیم از شهر پاریس که به جاهای مختلفش میریم، سالن های تئاتر و آمفی تئاترایی که داره، موزه داره، یا جاهای دیدنی مثل برج ایفل که همون به آلمانی میشه ایفل تورم، از این جاهای دیدنی دیدن میکنیم و از این فعل استفاده میکنیم. نکته آخری که میخوام بگم و ویدیو رو تموم کنم این هست که میخوایم مسافرت کنیم، از چگونگی مسافرت کردنمون هم میتونیم جمله بسازیم و صحبت بکنیم در موردش. ما چجوری سفر میکنیم؟ ما یا سفر دریایی انجام میدیم یا هوایی یا زمینی. اگه سفر دریایی و زمینی انجام بدیم از فعل فاغن استفاده میکنیم که میتونیم در این زمینه بگیم وی فاغن mit dem Zug nach Paris، یعنی ما با قطار میریم پاریس، یا وی فاغن mit dem Auto nach Paris، که ما داریم با ماشین میریم، حالا ماشین شخصی یا ماشین دوستمون، یا وی فاغن mit dem Schiff nach Paris، ما داریم با کشتی میریم، اگر البته مسیر دریایی بین مبدأ یا مقصد باشه. حالا من مثال پاریس رو انتخاب کردم و ممکنه جای دیگه باشه، مثلا وی فاغن mit dem Schiff nach Spanien nach Italien nach Frankreich، یا کشورهای دیگه که مسیر دریایی داشته باشه. فعل بعدی فعل فلیگن هست به معنی پرواز کردن، که تو این مورد دیگه نیاز نیست اسم اون وسیله نقلیه رو بگیم، چون اصولا وقتی ما پرواز میکنیم با هواپیما پرواز میکنیم. هفته دیگه next woche fliegen wir nach Paris، ما هفته دیگه قراره که پرواز کنیم به سمت پاریس، یا هر کشور یا هر مقصدی که مد نظرمون هست.
دوستان امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و پسندیده باشین. اگر اینطور هست لایک و کامنت یادتون نره. خیلی خوشحال میشم که برام تو کامنت ها بنویسین نظراتتون رو، سوالاتتون رو و انتقاداتتون رو. خیلی ممنونم از توجهتون و همینجا ازتون خداحافظی میکنم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.